درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. بالاخره لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی بعد از مدت‌ها بلا تکلیفی روز دوم بهمن با 169 رأی موافق و 59 رأی مخالف در مجلس دست نشانده خامنه‌ای به قول خودشان تصویب شد. بودجه‌ای که شاید رسانه‌ها آنچنان که باید به آن نپرداختند، اما اگر در آن کمی دقت کنیم نشان از یک ورشکستگی بزرگ و یک افتضاح بزرگ برای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی دارد. دقت کنید، در مجلسی که بسیاری از نمایندگان دست نشانده علی خامنه‌ای و به اصطلاح خودی‌های نظامند، خیلی از نمایندگان رژیم نسبت به فقدان شفافیت و کسری بودجه 400 هزار میلیاردی و تورم 50% و افزایش حقوق 20% در سال آتی اعتراض داشتند. تازه این ارقام و اعدادی است که خود سران رژیم می‌دهند که بر مبنای قیمت 85 دلاری نفت و توهم دلار 23 تومانی محاسبه شده است و بسیاری از اعداد و ارقام بسیار غیر واقعی است و قابل تحقق نیست. این یعنی اگر حتی اینقدر خوشبینانه نگاه کنیم، سال آینده 400 هزار میلیارد کسری بودجه به فروپاشی اقتصادی خواهد انجامید، تا چه رسد به اینکه بخواهیم واقعی تر به موضوع نگاه کنیم. و این در حالی است که روز یک شنبه دوم بهمن رسانه ی حکومتی همشهری با وجود این کسری بودجه سنگین افزایش 43% سهم پلیس را تیتر کرد و سایر رسانه‌ها از افزایش خیره‌کننده سایر ارگان‌های سرکوب نوشتند. حالا ابراهیم رئیسی که مدعی شده بود که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم، اکنون با این بودجه قطعاً فشار بیشتری به سفره مردم وارد می‌کند و این هم برای سال دوم است که اتفاق می‌افتد. پیشاپیش واضح است که دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه بزرگ خود از طریق افزایش نقدینگی تورم را به بالای 50% رسانده است. با این بودجه سرهم بندی شده و با کسری بودجه شدیدی که مواجه خواهد بود و مثل همیشه چاپ پول قطعاً تنها چاره اوست که این موجب افتادن به باتلاقی خواهد شد که اقتصاد جمهوری اسلامی را بیش از پیش متلاشی می کند. این در حالی است که بر اساس گزارش منابع خبری آلمان، وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه 23 ژانویه مصادف با 3 بهمن در نشست بروکسل در مورد تحریم بیش از 30 نفر از عوامل و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب اعتراضات و همچنین ارسال تسلیحات از جمله پهپادهای انتحاری به روسیه دخالت داشتند، به توافق رسیدند و این نشان می‌دهد که سال آینده اوضاع فروش نفت و تأمین منابع ارزی برای جمهوری اسلامی اوضاعی وحشتناک خواهد بود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا 4مین بسته تحریمی علیه رژیم جمهوری اسلامی در 4 اخیر است که طی آن 37 نفر از عوامل سرکوب اعتراضات مردم از جمله فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در لیست سیاه قرار گرفتند. نمایندگی سوئد که ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در این مورد و در توییتی نوشت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که عوامل سرکوب را هدف قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا استفاده وحشیانه نامتناسب از زور از سوی مقام‌های حکومتی علیه معترضان مسالمت‌آمیز را به شدت محکوم می‌کند. این همه در حالی است که تا کنون نیز تصویب قطعنامه قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط پارلمان اروپا فشار بر جمهوری اسلامی را به شدت افزایش داده است. با این همه برای شناسایی آن توسط شورای وزیران اروپا راه دشواری باقی مانده است. شورای اتحادیه اروپا قرار بود در بروکسل وضعیت سپاه پاسداران را بررسی کند، اما از قرار معلوم این موضوع به هفته‌های آتی موکول شده است. در همین حال دولت بریتانیا هم روز دوشنبه 3 بهمن تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم جمهوری اسلامی اعمال کرد. این تحریم‌ها
اموال و فرماندهان نیروی شبه نظامی بسیج را هم هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز، وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشور در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحریم‌های جدید را اعمال کرده است. وی گفته که کسانی که امروز تحریم شدند از شخصیت‌های قضایی که از مجازات اعدام برای اهداف سیاسی استفاده می‌کنند تا عرازل و اوباش حکومتی که معترضان را در خیابان‌ها کتک می‌زنند در کانون سرکوب وحشیانه رژیم علیه مردم ایران قرار دارند. احمد فاضلیان، معاون دادستان کل کشور، سالار آبنوش، جانشین فرماندهی بسیج، کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله و قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از جمله مقاماتی هستند که به لیست تحریم‌های تازه بریتانیا افزوده شدند. بریتانیا همچنین سازمان بسیج مستضعفین و بنیاد تعاون بسیج، دو بنیاد مالی وابسته به شبه نظامیان بسیج را در فهرست تحریم‌های جدید قرار داده است. این تحریم‌ها شامل توقیف دارایی‌های این افراد و ممنوعیت سفر آنها به بریتانیا می‌شود. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده است که این تحریم‌ها سیگنال گسترده‌تری از بریتانیا در محکومیت سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران ارسال می‌کند. در همین حال سوئد، رئیس دوره‌ای شورای اروپا، گفته است که در نشست وزیران خارجه این اتحادیه تحریم‌های جدید گسترده‌تر هم خواهد شد. وی گفته بود که ایرانیان خارج از کشور در آگاه‌سازی اروپا و حمایت از ما برای از کردن این تحریم‌ها نقش بسزایی داشتند. یکی از دلایلی که ایرانیان خارج از کشور با این جنبش و انقلاب مردمی همراهی کرده‌اند در کنار انسان دوستی، غم غربت و آرزوهای از دست رفته در شکل دادن به ایرانی توسعه یافته و آزاد است. از این جهت جز خیرخواهی انگیزه دیگری برای حرکت‌ها و کارزارهای ایرانیان خارج از کشور متصور نیست. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.